موضوع درس ما که از جلسه گذشته شروع کردیم الگوریتم های دسترسی چندگانه بود که هدف ما این بود که ببینیم آیا می شود روش هایی رو ارائه کرد که در اون روش ها ما دسترسی به کانال رو به جای اینکه به صورت استاتیک و فیکس به کاربر رو اختصاص بدیم به صورت پویا و بر اساس نیاز ترافیکیشون انجام بدیم. یعنی کاربرانی که نیاز بیشتری به ترافیک دارن دسترسی بیشتری هم به کانال بتونن پیدا کنن. در پاسخ دادن به این سوال روش‌های متعددی ارائه شده و ما از اون پایه موضوع شروع کردیم که ساده‌ترین روش ارائه شده‌ای که میشه در نظر گرفت یا یکی از روش‌های خیلی ساده اینه که همونطوری که جلسه قبل خدمتتون عرض کردم این قاعده رو بذاریم بگیم اگر این محور زمان باشد هر کدوم از کاربرا مثلا کاربر A, B, C, D, E در هر زمانی که دلشون خواست شروع کنند و داده خودشون روی کانال بگذارن و ما مکانیزمی رو تدوین کنیم که در اون روش این قابلیت رو تو سیستم داشته باشیم که اگر بخشی از زمان توسط دو یا چند کاربر استفاده شد مثل این بخش از زمان در اون صورت داده هایی که این کاربرا مثلا توی این مثال کاربر A و B و D با هم روی کانال فرستادن دوچار تصادم میشه، به درستی به مقصد نمیرسه و یه فرایند ارسال مجدد رو بایستی پیگیری کنه. توی این روش ابتدایی ساده که به نام الوها شناخته میشه ایده این است که هر کاربری که تشخیص داد که فریمش به درستی به مقصد نرسیده و کلیژن رخ داده یه زمان تصادفی ساب کنه و دوباره ارسال کنه. کاری که دفعه قبل کردیم این بود که این روش رو تحلیل کردیم و دیدیم که اگر این روش رو استفاده بکنیم به جهت اینکه تصادم در اون به شدت زیاد هست پرفورمنسی که می شود از سیستم گرفت در حالت الوها حد اکثر 18% کل ظرفیت کانال و در حالت استات الوها حد اکثر 36% ظرفیت کانال. یعنی سیستم در بهترین حالتش 36% ظرفیت لایه فیزیکیش رو میتونه استفاده کنه. خب آیا میشود از این کاری که صحبتش رو کردیم بهتر هم انجام داد؟ جوابش اینه که بله و امروز با هم چند تا روشی رو بررسی میکنیم که یه قدم این کار رو بهتر میکنه. ولی قبل از این که وارد جزئیات روش‌هایی بشیم که به تدریج پرفورمنس ما رو بهتر میکنن یه نکته ای هست که اون نکته رو خوبه راجع بهش صحبت کنیم و من توی این اسلاید خدمتتون میخوام راجع بهش صحبت کنم. ببینین موقعی که ما یه الگوریتمی رو برای لایه دسترسی چندگانه یا لایه مک تدوین میکنیم در واقع کاری که داریم میکنیم اینه که قبل از اینکه فریم های ما برن توی فیزیکال لیر و بخوان رو کانال ارسال بشن یه هوشمندی، یه عملکردی، یه فانکشنی رو میخوایم پیاده سازی کنیم که اون فانکشنیه که توی لایه مک پیاده سازی میشه. طبیعتاً لایه مک همونطور که دفعه قبل هم راجع بهش صحبت کردیم باید فریم هایی که از لایه های بالاترش میگیره رو توی یه بافری بچینه و بر اساس اون الگوریتمی که ما بهش گفتیم ارسال رو انجام بده. مثلا توی مثال الوها اگر تشخیص داد که کلیژن رخ داده باز دوباره ارسال رو انجام بده تا مطمئن بشه که بالاخره این فریمه به درستی به مقصد رسیده. در دنیای واقعی معنای این اتفاق اینه که فریمای ما به خاطر وجود لایه مک تأخیر پیدا میکنه. یعنی فریمی که از لایه بالاتر تحویل لایه مک شده در واقع باید بشینه توی صفی که این عمل کرده مک کنترل بکنه بگه چه فریمی که ارسال مجددش انجام شده این در واقع عمل کرده لایه فایل
در واقع داخل لایه مکو اگه پیگیری بکنیم یه صفی وجود داره و یه الگوریتمی که کنترل میکنه چه فریمی چگونه دست لایه فای دیده داده بشه. یه تعریفی ما میکنیم و اون تعریف اینه، بهش میگن نورمالایز ترانسفر دیلی. نورمالایز ترانسفر دیلی چیه؟ نسبت ترانسفر دیلی تقسیم بر آن چیزی که شما اگر لایه مک نمی داشتین به اون میزان بعد طول میکشید که فریمتون جا به جا بشه. مثلا فرض کنید من اگه بخوام یه فریم، مثال میزنم، یه فریم 1000 بیتی رو اگه بخوام توی یه کانالی جا به جا کنم که نرخ گذردهی این کانال 10^6 بیت در ثانیه باشه، خب معلومه که 1000 ثانیه طول میکشه تا این فریم توی این کانال عبور بکنه. این 1000 ثانیه زمانیه که به خاطر محدودیت لایه فیزیکال من اینقدر زمان لازمه تا 1000 بیت توش جابجا بشه. اما واقعا همین فریم 1000 بیتی با همین کانال 1 مگابیت پر سکندی رو اگر من بخوام توی الگوریتم الوها ازش استفاده بکنم، فریم های من بجز اینکه یه مدتی طول میکشه که از طول لایه فیزیکال عبور بکنن، یه مدتی هم توی لایه مک باید منتظر باشن. صورت نورمالایز ترانسفر دیلی متوسط این زمانیه که طول میکشه که فریم من بخواد از توی کانال عبور بکنه. که این متوسط رو دفعه قبل با هم دیگه برای الگوریتم الوها و اسلات الوها حسابش کردیم. برای اینکه یادآوری کنم این اسلاید بود که چیزی که دیدیم این بود که این متوسطه کاملا با جی یا اون باری که توی کانال داریم رابطه نمایی داره. هر چقدر که جی رو زیاد کنیم این متوسط زمانه به شدت زیاد میشه. توی همین رابطه اگه من دو طرف این رابطه رو در واقع تقسیم بر ایکس بکنم یا متوسط طول فریم، میشه نورمالایز ترانسفر دیلی. این تعریفیه که حالا یک کمی عمومی ترش رو اینجا آوردیم. صورتش اکسپکتد ولیو تیه با در نظر گرفتن مک، مخرجش اکسپکتد ولیو ایکسه که در واقع طول متوسط فریمیه و زمانی که برای اون ارسالش لازم. خب این نورمالایز ترانسفر دیلی داشته باشین. یه پارامتر دیگه ای هم وجود داره به نام نورمالایز دیلی بندویث. نورمالایز دیلی بندویث در واقع اون پارامتری که نشون میده شما موقعی که دارین از توی یه کانالی یه سری فریم رو عبور میدین، در هر لحظه چند تا فریم شما توی کانال هستن اگه کانال رو با فریماتون پر کرده باشید. شکلی که دفعه قبل میکشیدیم و خیلی ساده میشونه اینو نشون بده، حیاتون باشه، اینجوری بود. میگفتیم مثلا اگر من از یه آ به یه بی یه فریمی بفرستم و این فریم یه مدت طول بکشه که بره و برگرده اکش، چقدر این زمان این وسط خالی مونده نسبت به این. یعنی به عبارت دیگه من توی این پروپاگیشن دیلی که مثلا این مدت زمان طول میکشه که فریم از آ برسه به بی، این مدت هم طول میکشه از بی عکسش برسه به آ، توی این زمان چقدر از این فریم ها میتونم جا بدم؟ مثلا یکی دوتا، مثلا دوتا و نصفی میتونه جا بده. پس نورمالایز دیلی بندویث این میشه 2.5. در واقع تأخیر یک طرفه ما رو، یعنی یکی از این طرفین تأخیر ما رو اگه تقسیم بکنیم به طول فریم، این مخرج اینو ناکنید، طول فریم اگه این بندویث رو بذارین زیر این، میشه طول فریم تقسیم بر بندویث که در واقع میشه طول زمانی فریم. صورتش هم میشه دیلی یک طرفه، یعنی نسبت این زمان تقسیم بر طول یکی از این فریم ها. این تعریف نورمالایز دیلی بندویث. تو همین شکل میتونید تصور کنید که اگه من فریم های کوچیکتری داشته باشم تو محور زمان، عدد نورمالایز دیلی بندویث هم داره افزایش پیدا میکنه. فریم من چطوری کوچیکتر میشه؟ یا تعداد بیت های کمتری داشته باشه یا دیگه چجوری ممکنه فریم کوچیکتر باشه؟ اینجا تعداد بیتش کمتر باشه یا
بندویت ارسالیمون بیشتر باشه. یعنی اگه من همون فریم 1000 بیتی رو به جای اینکه توی یه کانال 1 مگابیت پر سکند بفرستم توی کانال 10 مگابیت پر سکند بفرستم، طولش در واقع کوچیک میشه. خب نورمالایز دیلی بندویت در واقع یه پارامتریه که به شما نشون میده برای اون پروپاگیشن دیلی که توی اون کانال داری چند تا فریم جا میشده توی اون پروپاگیشن دیلی. چرا حالا این دوتا پارامتر رو من در موردش صحبت میکنم؟ من اینکه میخوام یه احساس عمومی راجع به الگوریتم‌های مکی که مبتنی بر تصادم هستن بهتون بدم و اون ایده اینه. طبق این چیزی که توی اسلاید قبلی هم دیدیم در مورد یه الگوریتم مثل الوها، شما اگر شروع کنید باری که میرزین روی لایه مک و افزایش بدین، میتونین انتظار داشته باشین که expected value یا متوسط زمان انتظار شما بر جا به جا شدن فریم به شدت شروع کنه افزایش پیدا کردن. یا به تعبیری که تو اسلاید بعدی عرض کردم خدمتون، normalized transfer delay شما شروع کنه زیاد شدن. این محور، محور لود اون باریه که شما دارین توی سیستم میرزین، این محور، محور normalized transfer delay. چیزی که اینجا مشاهده میکنه اینه با افزایش لود به صورت نمایی normalized transfer delay شروع میکنه زیاد شده. خب این گزاره اول که معنیش چیه؟ معنیش اینه الگوریتم هایی که مبتنی بر تصادم هستن و در مواردی که کانال شما ممکنه بخواد شلوغ بشه خوب نیست استفاده کنید. ها؟ خیلی زمان تأخیر طولانی به شما میدن و این خوب نیست، خیلی وقت ممکنه برای شما قابل تحمل نباشه. اما نکته دومی که تو این شکل هست و اون نکته جالب تریه اینه، اگر توی کانالی نورمالایز ترانسفر دیلی شما شروع کنه افزایش پیدا کردن، این که در کجا تحت چه باری این نمایی شدن به شدت شروع میکنه بالا رفتن به شدت به یه پارامتر دیگه وابسته است و اونم نورمالایز دیلی بندویت. هر چقدر عدد نورمالایز دیلی بندویتتون بزرگتر باشه این نمایی شدن زودتر اتفاق میفته. الان تو این شکل من دو تا نمودار تأخیر بر حسب بار دارم، این برای نورمالایز ترانسفر دیلی است، نورمالایز دیلی بندویتی است که مقدارش از یکی بیشتره. نورمالایز دیلی بندویت یعنی هر چقدر شما نسبت این پروپاگیشن دیلی به طول فریمتون عددش بزرگتر باشه زودتر میرین به حالی که در شرایط مناسبی سیستمتون عمل نمی کنه. یا یه جور دیگه اگه بخوام بگم، با عدد بار کمتری سیستمتون بحرانی میشه. در نتیجه اگر ما دوست داشته باشیم از الگوریتم های مکی که مبتنی بر کلیژن استفاده کنیم، بیشتر دوست داریم از اینا در مواردی استفاده کنیم که نورمالایز دیلی بندویت کوچیک داشته باشیم. بزرگ شدن نورمالایز دیلی بندویت یه علامت قرمزه. جایی که شما پروپاگیشن دیلی زیاد داری یا جایی که تأخیر طول فریم خیلی یعنی طول فریم خیلی کوتاهی داری، یعنی جایی که نرخ داده بسیار بالا داری، باید مواظب باشی کلیژن ممکنه برات خطرناک باشه. واسه همین هم هست که شما اگه برید نگاه کنین میبینین بیشتر الگوریتم هایی که مبتنی بر کلیژن هن یا تو شانس کلیژن داره تو چه تیپ شبکه های استفاده میشن؟ تو شبکه هایی که دایمنشن های کوچیک دارن. هیچ وقت توی شبکه سراسری کشوری ما الگوریتم مالتیپل اکسس رو نمی کنیم، چون پروپاگیشن دیلی به خاطر خصوصیات فیزیکی کانال های ما خیلی خیلی ممکنه زیاد باشه. در یه شبکه بین المللی ما الگوریتم های کلیژن بیس رو نمی کنیم. کجا رو می کنیم؟ مثلا توی شبکه محلی. کجا رو می کنیم؟ توی شبکه اکسس پوینت وای فای، جایی که پروپاگیشن دیلی ها کوچیکن و خلاصش عدد نورمالایز دیلی بندویت کوچیکی داره. پس این به عنوان یه در واقع راهنما تو ذهنمون میمونه که جایی که میخوایم سراغ الگوریتم های مک بریم، اگر سایز
نورمالایزیل بندویت ما عددهای بزرگ باشه خیلی باید مواظب باشیم. توی همچین مواردی کلیژن به شدت میتونه سیستم رو تحت تاثیر قرار بده و این خیلی خیلی باید توی طراحی الگوریتم متناسب با شرایط ماده از آغر بگیم. بفرمایید. توی رویه‌های من که ما کلیژن بریسیم مثلا در کنم یه مثال داریم مثلا 1000 تا 100 تا فریم فرستاده. بعد یه کلیژن میداد کجا میفهمی که برای کدوم میکردی فریم اگه فرستاده کلیژن رو. خب دو تا سوال اینجا با هم دیگه ترکیب شدن. من اول یکیشو پاسخ بدم بعد دومیش. اولا که توی اون ایده الوها روشی که من عرض کردم خدمتتون که توش کلیژن تشخیص داده میشد اینجوری پیاده سازی شده بود که هر کدوم از فرستنده هایی که توی اون چند تا جزیره بودن دیتای خودشونو که میفرستادن اون نود اصلی دیتای دریافت شده رو یه بار دیگه برادکست میکرد و هر کسی تا وقتی برادکست فریم خودشو نمیشنید فرض میکرد که هنوز به مقصد نرسیده. حالا اگه یه کسی برادکست بکنه و انتا لیسنر داشته باشه اینکه این فریم برادکست شده مال کدوم لیسنر باشه رو چطوری میشه مشخص کرد؟ با یه آدرس دیگه. پس با یه آدرس دادن میشه مشخص کرد هر کسی یه فریم میفرسته، اگر که در واقع اون فریم رو دوباره تو برادکست شنید میتونه فرض کنه که این فریم رسیده. یادتونه گفتم لایه مک در واقع از نظر سیستمی کجا میشینه؟ بالای فای و زیر چی؟ زیر دیتا لینک. حالا این الگوریتمی که الان من گفتم که من یه چیزی میفرستم هر وقت کپی موفقش رو گرفتم فرض میکنم رسیده، بعد بعدی رو میفرستم تو دیتا لینک لیر اسمش بود چی؟ استاپ اند ویت. یعنی توی اون مدلی که توی الوها پیاده شده فرض بر اینه که شما استاپ اند ویت دارین کار میکنین. استاپ اند ویت تو کجا کار میکردیم خوب بود؟ قضی پروپاگیشن دیلی کم بود که اون شرایطی هم که اونجا داشتن همین بود. یعنی شرایطی بود که رادیوهای کم ظرفیت با نرخ داده یک خیلی کم جزایری که از هم خیلی هم دور نیستن، پروپاگیشن دیلی در حد میکروثانیه است، طول فریم هم در حد میلی‌ثانیه است، پس اینا پروپاگیشن دیلیش نسبت به طول فریم قابل صرف نظر کردن، در نتیجه این روش خوبیه. اما اگه شروع کنیم بگیم نه حال پروپاگیشن دیلیمون خیلی زیاده، دو تا مسئله پیش میاد. یکیش اینه که الان اینجا دیدین، یکی دیگه اش اینه که حالا برای اینکه تشخیص بدین کدوم رسیده کدوم نرسیده کدوم کلیژن شده حتما باید یه مکانیزم داشته باشین که شماره بزنین به فریماتون که تو دیتا لینک بلد شدیم اینو. درسته؟ خب برای بهتر شدن الگوریتم مک نسبت به الوها میتونیم یواش یواش شروع کنیم پیچیدگی سیستم رو افزایش دادن و در مقابل یه مقداری بهتر شدن. یه گروهی از الگوریتم ها هستن که بهشون میگن الگوریتم های کریر سنس مالتیپل اکسس پروتکل. ایده اصلی توی الگوریتم های کریر سنس مالتیپل اکسس پروتکل اینه که ما اگر این قابلیت رو تو سخت افزارمون بتونیم داشته باشیم که وجود یا عدم وجود سیگنال دیگری در محیط مشترک رو تشخیص بدیم، اسم این کار رو میذاریم کریر سنس. یعنی من بتونم تشخیص بدم که آیا کس دیگری از کانال داره استفاده میکنه یا نه. اگه این قابلیت رو تو سخت افزارم بتونم پیاده سازی کنم که خیلی برمیگرده به ویژگی‌های لایه فای، اینکه لایه فای شما داره تو چه محیطی کار میکنه، خصوصیات کانالش چیه، خصوصیات بیت استریمش چیه. ولی فرض میکنیم که من میتونم این سرویس رو از لایه فیزیکال بگیرم که از لایه فیزیکال بپرسم آیا کسی در حال ارسال هست یا نیست، کس دیگری یا. اگه این قابلیت داشته باشم به این الگوریتم میگن کریر سنس. این قابلیت رو اضافه کردن میتونه یه قدم ما رو بهتر کنه،
چرا؟ برگردیم این شکل رو نگاه کنیم ببینیم چرا کریرسنس اضافه کردن بهتر میکنه ما رو. ببینید اگه این محور زمان باشه و من کریرسنس داشته باشم، آیا بی تو این لحظه خوب شروع کنه؟ میتونه سنس کنه ببینه که یکی تو کاناله و خراب نکنه کانالو، درسته؟ یعنی کریر سنس باعث میشه که بی به جای اینکه الان دیتاشو بفرسته بگه خب اگه معلوم بفرستم هم خودم خراب میشم هم یکی دیگر خراب کرده. دی اگه الان بفرسته هم خودش خراب شده هم یکی دیگر خراب کرده. پس یه ایده خیلی ساده است اونه، شما قابلیت سنس کردن کانال اگه به هاردویر اضافه کنی میتونی جلوی یه سری از تصادما رو بگیری. این قابلیت کریر سنس نسخه ها یا ورژن های مختلفی ازش با طرز در واقع تفکر های مختلفی قابل پیاده سازی است. یه مدل از الگوریتم های کریر سنس هستن بهشون میگن وان پرسیستنت. وان پرسیستنت ها اینجوری کار میکنن. من اینجا یه فلوچارت عملکردش رو کشیدم مشاهده کنی. من از نتورک لیر یه فریمی رو بگیرم تو لایه مک، بعد کانال رو بررسی کنم، چک کنم ببینم آیا کانال اشغال است، کسی در حال استفاده هست یا نیست. اگر کانال در حال استفاده است من وای میستم منتظر اینکه کانال خالی شه، یعنی شروع میکنم به کانال گوش دادن که مطمئن بشم من الان که کانال پره چیزی رو ارسال نمیکنه. اما اگه دیدم کانال خالیه چی؟ کانالو این فریمی که گرفتم رو میفرستم و بعد چک میکنم ببینم آیا کلیژنی رخ داده است یا نداده است. دو حالت داره، یا کلیژنی رخ نداده که من برمیگردم سر نقطه اولم که منتظر فریم بعدی از لایه نتورک یا لایه دیتا لینک بالایی میشه. اگر موقعی که فریم رو فرستادم کلیژن رخ داد چی؟ برمیگردم یه زمان رندوم ثبت میکنم، دوباره میام شروع میکنم سنس کردن کانال. سوال خوبیه. اگر من همیشه قبل از اینکه کانال رو بفرستم روش یه چیزی کانال رو سنس میکنم، چجوری ممکنه کلیژن رخ بده؟ اولین حالتش که حالت خیلی خیلی ساده ایه که میتونید تصور کنین اینه که من بیام سنس کنم کانال رو توی یه کاربری، کاربر A, B, C، اینجا هم B داره میفرسته، من تو این لحظه یه فریم واسه ارسال دارم، میام کانال رو چک میکنم تو این لحظه میبینم کانال اشغال. طبق این الگوریتم من منتظر وامیستم که کانال خالی شد دیتا هم بفرستم. C تو این لحظه چک میکنه، C هم میبینه کانال اشغاله. حالا هم A داره کانال رو گود چک میکنه هم سی. به محض اینکه بی تموم شد طبق این قاعده جفتشو میفرسته، درست؟ این یه حالت خیلی واضح کلیژن. ولی یه حالت دیگه هم هست که توش میتونه کلیژن رخ بده. چی؟ اون یکی حالت کلیژن چیه؟ اون یکی حالت کلیژن اینه، فرض کنین من بین نودام تأخیر داشته باشم، فرض کنین از نظر فیزیکی این نود آی من باشه، این نود بی، این نود سی، و یه زمان دلتای طول بکشه که یه انتشار موجی که از آسرت گرفته در بی سنس بشه و یه زمان دلتای دیگه، مثلا اینجا دلتا یک، اینجا دلتا دو. حالا ببینید چه اتفاق میفته اگر آ یه چیزی رو ارسال بکنه، این محور زمانه، کی توسط بی مشاهده میشه؟ ببینید اینجوری میشه، یعنی از این لحظه به اندازه زمان دلتا یک طول میکشه که توسط بی مشاهده بشه و به اندازه دلتا یک به علاوه دلتا دو طول میکشه که توی سی مشاهده شه. حالا اگه هم آ هم بی هم سی این کار رو انجام بدن،
تو این لحظه شروع میکنه ارسال کردن، ممکنه نود بی من تو این لحظه دلش بخواد یه چیزی بفرسته، تو این لحظه اگه بخواد یه چیزی بفرسته میاد کانال رو چک میکنه، کانال اشغاله؟ نه. پس بی شروع میکنه اینجا دیتاش فرستادن. بی کی میفهمه که کانال اشغال بود؟ بی از اینجا که شروع میکنه فرستادن تا این لحظه نمیفهمه. اینجاست که بی تازه میفهمه که اشغال کانال و استاپ میکنه اگر طبق این قاعده باشه. البته این قاعده تازه اینو نمیگه، این قاعده میگه شما کلا فریم تو بفرست. یه قاعده دیگه ای هست که میگه میتونی استاپ کنی. حالا اینم میفرسته. حالا آ کی میفهمه که کلیژن رخ داد؟ اگه این زمانی که طول کشیده این نسبت به این زمان صفر رو مثلا اسمشو بذارم تی 1، کی آ میفهمه که کلیژن رخ داد؟ این زمان اینجا هست تی 1 به علاوه دلتا 1. پس چیزی که میخوام احساس کنین اینه توی این قاعده با وجود اینکه من دارم کانال رو سنس میکنم، ولی بازم ممکنه تصادم رخ بده به دلیل پروپاگیشن دیلی. خب بله، اینجا دیگه نداره رندوم فاکتور، چون من کانال سنس کنیم دیگه این رندوم را شروع کنیم برای که موشون مرتب هم رو اضافه هست کانال سنس کنیم. آخه اگه کانال سنس کنیم و کانال فری باشه دوباره میفرستیم دیگه، نه؟ خب حالا این چیزی که الان پاک کردم رو در نظر بگیریم، این تو این لحظه چک میکنه، اینم تو این لحظه چک میکنه، بعد تو این لحظه دوتایشون با هم دیتا میذارن کلیژن میشن. بعد چیکار کنیم؟ درسته؟ با هم دوره میخورن با هم. خب بله، اینا سیستم اونجوری که اگه دارم خودشون کلیژن رخ داده دیگه پکیت تا آخر میفرستن؟ هنوز تا اینجایی که من گفتم پکیت رو کامل میفرستیم. خب ولی حالا میبینین میشه یه قدم بهترش این باشه که تو اینجا کشیدم وقتی فهمیدی کلیژن، خب برای چی بقیهش رو بفرست؟ یه مدل دیگه بهش میگن مدل نان پرسیستنت. این نان پرسیستنت زیر مجموعه CSMA، یعنی CSMA وان پرسیستنت داریم، CSMA نان پرسیستنت داریم. CSMA نان پرسیستنت ایده الگوریتمش اینه، میگه که شما از لایه نتورک در واقع فریم تو گرفتی یا از لایه بالایی که فریم تو گرفتی کانال رو سنس میکنی. اگر کانال آزاد نبود نمیری توی مدل سنس همونجا وایسی دائم چک کنی کانالو، برای سنس کردن هم یه زمان رندومی دوباره ثبت میکنی. اگر سنس کردی دیدی آزاده، خب فریمتو میفرستی و همون چک میکنی کلیژن هستی یا نه. اما اگه دیدی کانالو چک میکنی کانال در حال آزاد نیست، مستمرن کانالو چک نمیکنی، یه زمان رندومی ثبت میکنی بعد کانالو چک میکنی. چرا این زمان رندوم اینجاست؟ دقیقا برای همین چیزی که اینجا گفتم، یعنی وقتی دو نفر چک میکنن کانالش خاله، توی وان پرسیستنت شما یه گارانتی کلیژن داری الان. اما اگر وقتی سنس کردی کانالو گفتی برای سنس کردنم یه زمان رندوم ثبت میکنم، دیگه لزوماً دوتا زمان حس شدن کانال رو هم نمیافته که جفتی با هم کانال خالی رو ببینن و با هم شروع کنن فرسته. خب اینم نان پرسیستنته. تو نان پرسیستنت من تصادم بیشتر دارم یا تو وان پرسیستنت؟ احتمالا نان پرسیستنت به نظر میاد که جای سعی میکنه جلو تصادم بگیر، ولی دیلی افزایش میده. حالا من خواستم این پی پرسیستنت تر بگم بعد اینو بگم، ولی الان واضحه ما توی این الگوریتم داریم سعی میکنیم جلو تصادم رو بگیریم، ولی چه هزینه ای میپردازیم؟ تأخیر. یعنی یه ترید آف بین تروپوت و دیلی. کلیژن زیاد بشه تأخیرم زیاد میشه، ولی برای کلیژن و کاهش دادن
ما تأخیر رو داریم افزایش میدیم. آها، یعنی حالا این وسط چیکار کنیم بهتره بستگی پیدا میکنه به اینکه لود ما چقدره و شرایط چجوریه. یه مدل دیگه هست که مدل پی پرسیستنته. این مدل پی پرسیستنت در واقع یه مدل جنرالایزد شده یه اون وان پرسیستنته. میتونین حد بزنید دیگه، این پی رو اگه بزنید یک این معادله میشه همون وان، ولی این مدل پی پرسیستنته. مدل پی پرسیستنت اینه، میگه که شما کانال رو سنس کن، اگر کانال خالی نبود سنس کردن و یه اسلات دیگه انجام بده، اگر کانال خالی بود به احتمال پی بفرست. یعنی حتی اگه کانال خالی بودم 100% نفرست. حالا اون چیزی که تو فلو چارت من اینجا نوشتم اینه که یه عدد رندوم بین 0 و 1 دلار درست کن، اگه اون عدد رندوم کمتر از پی بود بفرست، اگه بیشتر از پی بود یه زمان در واقع صبر کن تا تایم اسلات بعدی، بعد دوباره کانال رو سنس کن. این ایده داستان اینه که شما وقتی یه کانال خالی میبینی هم لزوما نمیفرستی، به احتمال پی دیتا رو میفرستی، به احتمال یکی منهای پی دیتا رو نگه میداری، تو اسلات بعد دوباره کانال رو سنس میکنی. این در واقع یه جوری داره خودداری بیشتری رو برای یک فرستنده ایجاد میکنه که هر وقت کانال خالی دید لزوما اینو نفرسته. آنالیز پرفورمنس این الگوریتما خیلی پیچیده تر از الوهاست. من وارد جزئیات آنالیز پرفورمنسش نمیشم، ولی این گراف ها نمایش دهنده پرفورمنس، حالا البته همیشه با یه سری فرض ساده کننده، ولی فرضای ساده کننده ای که تقریبا شبیه همون فرضای ساده کننده الگوریتم الوهاست. محور افقی ما مثل اون گراف قبلی تلاش هایی برای ارسال، محور عمودی ما تروپوتی است که انجام شده که نرمالایز هم هست، یعنی ماکسیموم یک داره، یعنی اگر تروپوت یک داشتیم یعنی همه ظرفیت فیزیکال لیبر داریم استفاده میکنیم. ببینین این شکل اول پیور الوها هست با پیک 1800، شکل دوم اسلات الوها هست با پیک 3600. این دوتا کرو و آنالیزاش رو جلسه قبل دیدیم. وان پرسیستنت سی اس ام ای یه ذره بهتر از اسلات دلو هاست، یعنی پرفورمنس پیکش حدود 55%. دلیل این که این بهتر شده واضحه، چون من قبل از اینکه ارسال کنم دارم سنس میکنم کریر رو، اگر چیزی وجود داشت نمیفرستم، در نتیجه جلوی سر از کلیژن ها گرفته شده. بعد این کروا نکنید، این بعدی و بعدی اینا پی پرسیستنت ها با مقادیر پی مختلف، مثلا این پی پرسیستنت با پی نیم، این یکی پی پرسیستنت با پی یه دهم، یکی پی پرسیستنت با پی یه صدم. پی پرسیستنت با پی یه صدم یعنی از هر 100 دفعه که کانال خالی میبینه یه دفعه شو میفرسته، 99 دفعه دیگه اش نمیفرسته. در واقع میتونین حس بزنین که داره چیکار میکنه، خیلی دیلی داره ایجاد میکنه ها، ولی از اون طرف خب کلیژنش هم داره کم میشه. این یکی هم نان پرسیستنت، نان پرسیستنت هم که تو اسلاید قبلی گفتم. میبینین من میتونم در مورد مثلا پی پرسیستنت با افزایش یا با کاهش عدد پی شروع کنم پرفورمنس رو افزایش دادن، ولی به هزینه کاهش دادن تروپوت، کاهش دادن یعنی افزایش دیلی. تروپوت هم بهتر میشه، دیلی هم بدتر میشه. خب تا اینجا سوالی هست؟ بله. نمیشه یعنی شما دارین میگین آیا نمیشه این پیو ادپتیو عوضش کنی؟ بعد که فهمیدیم باعث چقدر تأخیر میشه چیکار کنیم که یه چیزی عوض شه؟ چقدر تأخیر میشه از طرفی هم ببینیم که
کنیم؟ چیکار کنیم یعنی بالاخره یکی از اینا رو انتخاب کنیم دیگه. یکی از اینا رو انتخاب کنیم یعنی اینکه این پیو عوض کنیم دیگه، نه؟ درسته؟ پس همین اولش گفتم پس یعنی پیو عوض کنیم. اون چیزی که تو اینجا وریبل من میتونم باش بازی کنم یا اصلا الگوریتمم عوض کنم. واضحه که سی اس ام ای ها بهتر از الوهان. واضحه؟ خب توی سی اس ام ای ها میبینین در واقع این وان پرسیستنت و نیم پرسیستنت و یه دهم و یه صدم همه یه خانواده‌ان، فقط مقدار پی داره عوض میشه دیگه ها. پس من اینکه پی رو چطوری عوض کنم میتونه یه روشی به من بگه که مثلا بگه خب اگر کانالت خلوته پی یه صدم نذار ها، اگه کانالت خیلی شلوغه پیو عددشو کاهش بده، اگه کانالت خلوته خب اشکال نداره پیو بذار یک ها بر کانالت خلوت، یعنی تا موقعی که این جیا عددش کمه شما هر چقدر این عدد پی تو کوچیک‌تر باشه پرفورمنس بهتر میگیریم دیگه، درسته؟ پس در واقع سوالی که شما تو ذهنتون هست و میفرمایید اینه که این عدد پیه پی پرسیستنت رو آیا میشه یه ذره هوشمندانه باش برخورد کرد که حالا میبینیم میشه. بله پیه یه صد و یه ذره عجیبه که چرا این قدر بالا رفته. میدید وقتی که مثلا جی بود با مساوی سه پیه این نمودار خیلی رفته مثلا تا نزدیک بالای 90 درصد، در صورتی که با پیه یه صد و وقتی اتمپریتمون سه باشه یعنی به احتمال صد و ماه سال میکنیم 97% توی یه اسلاید آیدل میمونی. این یه ذره جور در نمیاده چون تعداد آیدل ها خیلی زیاد میشه به نظرم میرسه وقتی که پی هم خیلی کوچیک میشه باز باید افته عمل کرد پیدا کنیم، مگر این که جی آی خیلی بزرگ انتخاب بشه، یعنی این پی که منحنیه باید بره خیلی جلوتر اتفاق بیفته، نه مثلا روی سه. این یه ذره چرا من با این گزارش شما مخالفم؟ دلیل اصلیش اینه که تو ذهنتون برای این تحلیل یه نوع فرضی راجع به ترافیک دارین میکنین که یونیفرم نیست؟ این توصیفی که میکنین یه ذره یونیفرم بودن ترافیک تو ذهنتونه دیگه، ولی فرض ما اینه که ترافیک های ما اینجا پواسنن. اون برستی بودنه از یه طرف، از یه طرف دیگه هم دقت کنین توی این آنالیزا فرض داریم میکنیم که تعداد استیشن هایی که دارن ترافیک رو میذارن به بی نهایت میل کرده، یعنی اینه رفته به سمت بی نهایت، در نتیجه شما نمیتونین یونیفرم اینو دیستریبیوتش کنین، باید بگیم این خاصیت برستی بودن پواسون این وسط یه اهمیت جدی پیدا میکنه. ولی این توصیفی که شما میکنین یه توصیف مفهومیه و این نتایج یه تحلیل ریاضیه. حالا البته خوبه که آدم بتونه نتایج تحلیل ریاضی رو احساسش هم بکنه ها، ولی من به نظرم اینجوری میاد که اگر برستی بودن رو در نظر بگیریم این به نظر خیلی بعید نمیاد که شما این کار رو در واقع بکنید. یه نکته دیگه هم که اینجا تذکر بدم اینه، ببینین وقتی جی سه، جی سه یعنی چی؟ سه تا اتم در اسلات، سه تا اتم در اسلاته. این اتم تها یعنی نتیجه بعد از اون پی است، اونجایی که اتم نمی کنی نیست، یعنی شما این سه رو زده اون یه صدومه کردی این تو هم ضرب نمیشه. فهمیدی منظورم چیه؟ خب یه قدم بهتر کردن الگوریتم ما میتونه بر این مبنا باشه که ما بگیم اگر یه کسی بلد کانال و سنس بکنه و تشخیص بده که توسط کس دیگری این کانال در حال استفاده هست یا نه، مثل این مثالی که اینجا زدم، این کاربر بی اگه بلده به کانال گوش بده و تشخیص بده آیا کس دیگه استفاده میکنه یا نه، آیا میتونه موقعی که داره فریمش رو ارسال میکنه کماکان گوش دادنش رو ادامه بده؟ اگه میتونه خب این تیکه رو دیگه نفرسته، به محض اینکه تشخیص داد کلیژن همونجا وایسه. این که من ادامه ندم این کلیژن دیتکشن، یعنی من برای ارسال فریم من به محض اینکه فهمیدم که داره اوضاع بد میشه
چه دلیل داره تا تهش رو بفرستم؟ تا ته فریم رو فرستادن ریسورس کانال رو حروم کردنه، چون مسلمن فریم من که به نتیجه نمیرسه، فریم یکی دیگه هم به نتیجه نمیرسه. خب بهتر جفتیمون وایسیم سر جامون، اجازه بدیم کانال خالی بشه که دوباره ازش ترای کنیم دیگه. ایده اصلی الگوریتم های CSMACD که کلیژن دیتکشن دارن اینه، بلا فاصله بعضی که شما کلیژن تشخیص دادین وایس تا همون موقع و صبر کن تا یه زمان دیرتری دوباره به صورت تصادفی کانال امتحان کن. که فلو چارتش این چیزی که اینجا ببینید که در واقع شما یه فریم رو از لایه بالاتر میگیرین، چک میکنین آیا کس دیگه ارسال میکنه یا نه، اگه کسی ارسال میکرد سرجاتون ما میستین، اگه کانال خالی بود میفرستین، ولی اگه کانال خالی بود میفرستین واسه تک تک بیتایی که دارین میفرستین چک میکنین که آیا کلیژن رخ داد یا نداد، یعنی ضمن ارسال بیت دارین کانالتون رو سنس میکنین. اگر دیدین کانالتون توش کلیژن رخ داد میرین تو الگوریتم کلیژن ریکاوری، یعنی میگین آها من اینجا همینجا وای میستم و باید برگردم و اون فریم رو دوباره در واقع ارسال بکنم. اگه هیچ کلیژنی رخ نمیداد تا تهش ارسال میکنید و برمیگردید ابتدای کار که میخواید دوباره فریم بعدی رو بفرستید. یه نکته نسبتاً مهمی هست توی الگوریتمایی که بر اساس کلیژن دیتکشن هستن. الگوریتمایی که بر مبنای کلیژن دیتکشن هستن اگه بخوان خوب کار کنن مسئله پروپاگیشن دیلی توی طراحیشون باید در نظر گرفته بشه. چجوری؟ این شکل نشون دهنده یه سناریوی نسبتاً ساده قابل فهمه که توش اهمیت پروپاگیشن دیلی توی تنظیم تشخیص کلیژن دیده میشه. فرض کنین یه فرستنده آی دارم که این یه مدت زمانی طول میکشه که فریمی که ازش ارسال بشه برسه به نود بی. زمانی که طول میکشه یه چیزی از آ به بی برسه رو اسمشو بذاریم تی پروپاگیشن، زمان انتشار. خب قاعده ای که ما الان داریم راجبش فکر میکنیم اینه که کلیژن دیتکشن رو توی آ و بی پیاده سازی کنیم و میخوایم اینجوری عمل کنیم، بگیم اگر آ یه چیزی رو فرستاد و تشخیص داد که کلیژن رخ داده دیگه استاپ کنه نفرسته. فریم هایی که از آ شروع میکنن تولید شدن به تدریج تو کانال شروع میکنه سر این فریم جلو رفتن. اگر فرض کنیم که یه فریمی در آ تولید میشه به تدریج توی مثلا لحظه تی مساوی صفر این فریمه توی تی مساوی صفر به علاوه اپسیلون یه مقداری از فریم ارسال شده، توی لحظه تی پروپاگیشن تقریبا این فریم داره میرسه به بی یا در خود لحظه تی پروپاگیشن سر این فریم قشنگ رسیده به بی. حالا یه سناریوی نسبتا خاصی رو شما اینجا در نظر بگیریم. این سناریوی خاص اینه، یه مقداری قبل از اینکه لحظه تی پروپاگیشن برسه، مثلا فرض کنید تی پروپاگیشن باشه مثلا 10 میلی ثانیه، تو لحظه صفر شروع کرد یه سی فرستادن، یه ذره کمتر از ثانیه 10 میلی ثانیه اون مثلا 9 میلی ثانیه بعد بی شروع کنه به دیتا فرستادن. بی وقتی میخواد دیتاشو بفرسته چک میکنه کانال میبینه خالیه، شروع میکنه دیتاشو فرستاده. خب ببینیم چه اتفاقی میفته. بی در یه ذره قبل از 10 میلی ثانیه، مثلا اگه تو ثانیه 9 میلی ثانیه بعد از صفر شروع کنه به ارسال، چه موقعی آ میفهمه که بی یه چیزی فرستاده بوده؟ 19 دیگه نه؟ یعنی این ثانیه 9 میلی ثانیه بعد شروع کرده، 10 میلی ثانیه هم طول میکشه که دیتا برسه اینور، پس 19 میلی ثانیه بعد این میفهمه. حالت اکستریمش اینه که این در لحظه 10 میلی ثانیه منهای اپسیلون شروع کرده باشه، در نتیجه این توی 20 میلی ثانیه منهای اپسیلون سیگنال بی رو دریافت میکنه. خب حالا اگر موقعی که آ یه چیزی رو میفرسته
طول خود این فریمه خیلی کوچیک باشه. مثلا طول این فریمه باشه 15 میلی ثانیه، باشه 12 میلی ثانیه. اگه طول فریمه باشه 12 میلی ثانیه، ببین چه رخ دادی رخ میده. آ تا ثانیه 12 میلی ثانیه دیتاشو میفرسته، بعدش هم دیگه چیزی نمیفرسته. در لحظه 10 منهای اپسیلون هم بی شروع کرده یه چیزی رو فرستادن. کی آ صدای بی رو میشنوه؟ همون 20. تو لحظه ای که آ صدای بی رو میشنوه، یعنی یه فریمی میاد به آ میرسه، آیا آ میتونه تشخیص بده که کلیژنی رخ داده؟ آیا واقعا کلیژنی رخ داده؟ رخ داده؟ دارم میگم تو لحظه دهم این شروع کرده فرستادن. توی این شرایطی که 10 میلی ثانیه است، این در لحظه 10 شروع کرده فرستادن. آیا اینجا کلیژن رخ داده؟ آیا آ میفهمه اینو؟ من این چیزی که دارم میگم تقریبا تو این شکل میتونم اینجوری بهتون نشون بدم. اگر پروپاگیشن دیلی این انقدر باشه، این دلتا یک باشه و اینقدر مدت طول میکشه تا اینجا برسه، و بی یه ذره قبل از این لحظه دلتا یک، این لحظه دلتا یک اینجاست، بی یه ذره قبل از دلتا یک شروع کنه یه فریم فرستادن اینجا، ببین چه اتفاق میفته. این تو این لحظه توسط آ تشخیص داده میشه. آیا آ میفهمه که کلیژنی رخ داده؟ نمیتونه. نکته خیلی مهم اینه، ببینید توی این الگوریتم هایی که بر مبنای کلیژن دیتکشن ها، من دارم میگم فرستنده باید تشخیص بده که کلیژن رخ داده و دوباره ارسال کنه. اگه اینجوری باشه وضعیت، فرستنده اصلا نمیتونه بفهمه که کلیژن رخ داد که بخواد دوباره بفرسته. توی همچین سناریویی اگه من انتظار داشته باشم که آ کلیژن تشخیص بده، تنها راهش اینه که توی لایه دیتا لینک لیر انتظار اکنالج داشته باشم، یعنی اون لایه بالایی مک بگه من هر چی که میفرستم اگه اکش نیاد قبول ندارم، وگرنه خود مک الان نمیتونه به کمک مک و فای اینو نمیشه تشخیص داد. ما دوست نداریم که به خاطر الگوریتم مک ما یه اوورهد جدید درست شد. اگه دیتا لینک میخواد واسه خودش اک بگیری یه موضوع دیگه است، اما مک اگه بشه سعی کنیم یه ذره بهترش کنیم که این اتفاق لازم نشه. اگه من بخوام مک رو از این جهت بهتر کنم، توی همچین شرایطی راهش اینه که بگم آقا جون طول این فریم شما نمیشه اینقدر کوتاه باشه به نسبت پروپاگیشن دیلی. تو این شکل نگاه کنی، به من بگین طول فریمی که از آدر میاد حداقل باید چقدر باشه؟ حداقل باید این فاصله رو پر کنی، یعنی بنزه دو تا تی پروپاگیشن باید طول فریمش باشه. این میشه یه قاعده، یعنی ورست کیس پروپاگیشن دیلی سیستم رو بهش نگاه کن، فریمی که داره از تو سورس در میاد با اون فیزیکال لیری که داری باید طول زمانیش یه جوری باشه که دو تا از اون پروپاگیشن دیلی رو پر کنه. اگر اینجوری نباشه مک نمیتونه کلیژن دیتکشن انجام بده، میشه یه موضوع دیگه، میشه اکنالج لایه دو یا هر چی. بستگی داره به لایه فیزیکی تو. آره پس که لایه فیزیکی اون جمع شده در ارتفاع، درسته؟ خب این فرض شما قبول کردیم. بستگی داره بعدش چی میخوایی از من بخواه. من خواهی اینجا دیگه که اگر آ داره بسته میفرسته به بی، بی هم بسته میفرسته به آ، اگر آ کلیجه دریافت کنه جمعش باشه بسته خودشو داره عدش کم میکنه بسته بی رو دریافت کنه.
این یکی از فرضای بیسیک مسئله ما رو شما دارین زیر سوال میبرین و اون اینه که من دارم فرض میکنم که فیزیکال لیر من از این هوشمندی هایی که شما میفرمایید نداره. اصلا این مفهوم کلیژن تو اصلا اونی که خیلی آسونه فهمیدنش رو اول بگم اون اینه که شما یه گیرنده‌ای باشی که همزمان دو تا بسته از دو تا سورس برات بیاد، آنتن شما توی یه سیستم وایرلس جمع دو تا سیگنال رو میگیره و این معناش این نیست که میتونی هیچ کدوم اونا رو آشکار کنی. درست شد؟ این واضحه. در مورد یه سیستم سیمی هم همینطور، جمع دو تا سیگنال دیگه میاد برای شما. تا اینجاش واضحه؟ حالا این چیزی که شما میگین یه لول هوشمندی طولای فیزیکال که اگر اون چیزی که من داشتم میگرفتم در واقع اینجوری بود که یه تیکه از اون کلیژن مال خودم بود، با یه پست پروسسی هنوز خودم رو ریکاور کنم. فرض کنیم از این هوشمندی‌ها تو فیزیکال لیر نداریم، اگه داشتیم چه بهتر، ولی چون موضوع اینجا مکه، این میشه یه ایمپروومنت لایه فای که بعضی از جاها ممکنه بعضی از جاها ممکن نیست. من یه چیز دیگه هم میگم، مثلا فرض کن من میگم اینا ارسال کرد کلیژن رو، درسته؟ یه اول مثلا فرض کن یکی مثلا بسط پولی فای اون شخص دیگه، اینا هم رو هم اون نمیگفتن کل کلیژن، یه تکه بدون کلیژن دریافت میشه، یه تکه با کلیژن، یه تکه دیگه از یه بسته دیگه بدون کلیژن، درسته؟ همه جورش ممکنه. حالا اینجوری من حالا میگم که اگر که دوباره ارسال کنه مستقیم دوباره کلیژن رو میده، بعد تکه این دفعه مثلا تکه بدون کلیژن دریافت شده فرق کنه، ما دو تا نمونه داریم، بعد دو تا بست کلیژن یافته یکسان دو تا معادله میشه تشکیل بشه، بس ها اصلا دیتیل بشه، یعنی راحت. ببین همه اینایی که داریم میگین یه سری هوشمندی اضافه تر برای مقابله با کلیژن توی کجاست؟ تو کدوم لایه ایناست؟ نه تو فایه دیگه، اینا تو فایه. ببین این کاری که شما داری میگی که من یه بسته ای دارم این تیکش خراب شده، یه بار دیگه این تیکش خراب شده، بعد حالا اینا رو این کار رو میکنم و اینا، تهش این کار رو کار لایه فیزیکیه. ببین مک قاعده هایی رو داره پیشنهاد میکنه که کی چیزی رو به دست فیزیکال بده کی نده. ببین من الان دارم چیکار میکنم، همه این ایده ها اینه که کی بفرست کی نفرست، درسته؟ ببینین من پروسس لایه فیزیکال رو بهش کاری ندارم، اون چیزی که اینجا دارم باش دیل میکنم هنوز یه فریمه و اینکه این فریم رو کی بدم و کی ندم و کی چقدر صبر کنم، همه بازی که اینجا دارم میکنم اینه. ولی اینکه حالا تو لایه فیزیکال با اون بیتا چه کار میشه کرد، آره الگوریتم های خیلی زیادی هست که ممکنه شما بتونید از یه دیستورشن خودت رو ریکاور کنید. ساده ترینش استفاده از الگوریتم های FEC دیگه ها، که مثلا تو کجاها تو چقدر از خرابی رو میتونم خودم تشخیص بدم. بعدش این میشه که اگه من سه دفعه یه چیز بدی دریافت کردم، به جای اینکه هر ستاشو بریزم دور، از دانش این ستا استفاده کنم و سعی کنم یه چیز خوبی رو ریکاور کنم. اینا همش میشه، منتها موضوع بحث مک نیست، موضوع لایه فای. بله دو تا چیز لازم داره این. یکیش اینه که اون تیپ پروپاگیشن رو من دقیق بدونم. دو اینه که خیلی خیلی کنترل دقیق رو زمان داشته باشم. یعنی بتونم زمان ها رو بگم ها این لحظه تی صفر، این تی صفر به علاوه آلفاست، این تی صفر نهای بتاست، بعد اینا رو با هم ربط بدم و این. خب هر دوی اینا کامپلکسیتی هایی که خیلی وقتا اصلا جاستیفای نیست، این که اب نداره، خب طول فریم رو زیاد کن، خیلی این آسون تره تا اون. ببینین یه چیزی که من خیلی دوست دارم تو این درس هی به شما تذکر بدم و خودم هم بهتر یاد بگیرم شما بهتر یاد بگیرین اینه، مهندسی خوب یعنی اینکه شما ساده ترین راه حل رو پیدا کنید. بگین این مسئله رو من میخوام حل کنم، ساده ترین راه حلش چیه؟ راه حل های پیچیده خیلی وقتا واسه مسئله داشتن قابل قبول نیست. گوش میدین؟ خیلی خیلی آسون تر بگم آقا این مسئله رو میخوای حل کنی، طول فریم تو زیاد کن، مطمئن بشو که تو وضعی دوتا تیو پروپاگیشن پر کردی. چرا تخمین تیو پروپاگیشن تو خیلی از اپلیکیشن ها حتما نشدنیه؟ خودتون میتونین بگین؟
سوالمو دوباره بگم، توی پروپاگیشن تو بعضی از اپلیکیشن‌ها حتما یه کاریه که شما به عنوان یه مهندس نمیخواید تصمیم بگیری ازش استفاده کنی. اینا که وایرلسه، همه الان بیشتر بحثمون وایرلسه، ولی کجاها هست که حتما نمیخواین این کار بکنی؟ جایی که موبیلیتی داشته باشی. الان لپتاپاتون رو شما دستتون میگیرین این راه میرین، راه میرین یعنی داره چی عوض میشه؟ کانال فیزیکی عوض میشه، طول این فاصله عوض میشه. خوبه من دائم مواظب باشم کی فاصلهش دقیقا چقدره و مثلا تو لول نانو سکند چک کنم اینو. خیلی خیلی پیچیده میشه، درسته؟ خب من این کاری که شما با عنوان مهندس چیکار میکنی؟ ورست کیس رو میگی؟ میگی آقا این مشکل تعداد نوده هست؟ نه، یعنی مشکل چیه؟ وقتی دو حالت داریم نه، میخوایی نه، الان شما اگه به عنوان یه مهندس بخوایی به من سوال کنی، به من میگی تعداد ماجراست یا یه چیز دیگه اینجا ماجراست؟ تعداد ماجرا نیست که. من که خب نمیدونی چه تعدادیه، یعنی به تعداد ربط نداره. به چی ربط داره؟ به چی ربط داره؟ این به چی ربط داره؟ به فاصله. شما ممکنه دو تا نوت بیشتر نداشته باشی ولی فاصلهش اینقدر باشه، ممکنه هزار تا نوت داشته باشی همشون اینقدر فاصله داشته باشه. خب اون چیزی که مهمه این کانسترینت رو تعیین میکنه اینه، بدترین حالت پروپاگیشن دیلی که شما تو این سیستم میتونی داشته باشی چقدره؟ فریمت بعد دو برابر طول اون تو زمان باشه. حالا بدترین حالت پروپاگیشن دیلی توی سیستم رو چرا من حتما موقع دیزاین باید بدونم؟ نه اول جواب منو بده، یکی جواب منو بده، داوطلب شه. سوال اینه چرا حتما من موقعی که دارم یه سیستم واقعی طرح میکنم بیشترین فاصله کاورجم یا بیشترین مقدار پروپاگیشن دیلی یا حتما میدونم جز چون تو طراحی لایه فیزیکال این پارامتر مهمیه. شما رنج ارسال رادیوییتون بر اساس اینه که تعیین میشه. شما میگه آقا من سیستمم پوششش حد اکثر تا 5 متره یا تا 2500 متر، فرق میکنه اینا نیست؟ پس موقعی که داری لایه فیزیکال تو طرح میکنی این خصوصیاتو میدونی. حالا که میدونی اصلا از اولش طراحی کردی که سیستمت تا اینقدر برد بیشتر نداشته باشه، حالا تو لایه مکت از اون دانش استفاده میکنی، میگه آقا طول فریمایی که میخوای دست لایه فای بدی حداقل باید دو برابر اون تیه پروپاگیشن باشه. واضح شد؟ به تعدادشون هم هیچ کاری نداره. توی الگوریتم های CSMACD کاری که در واقع ما میکنیم اینه که در واقع سه حالت توی کانال میتونیم داشته باشیم. یه حالت حالتیه که شما دارین کانالتون رو با فریم ها پر میکنه، یه فریمی داره از کانال استفاده میکنه، وقتی اون فریم استفادهش از کانال تموم شد شما یه دوره‌ای داری که بهش میگن کانتنشن پریود. کانتنشن پریود بازه زمانیه که نودایی که میخوان دیتا بفرستن با هم رقابت میکنن. این زمانیه که در واقع توش تصادف رخ میده، ولی بالاخره یه نفر برنده میشه. اون نفری که برنده شد حتما فریمش رو میفرسته. کسی میتونه بگه چرا اگر توی سیستمی که بر مبنای CSMACD کار میکنه اگه یه نفری برنده شد و به اندازه دو تا تیر پروپاگیشن دیتا ارسال کرد دیگه مطمئنه که هیچ وقت کلیژن نداره؟ چون همه سنس کردن. ببینید قاعده CSMACD اینجوری میشه، فریم شما حتما باید حداقل طولش به اندازه دو تا تیر پروپاگیشن یا بیشتر باشه و بعدش هم اگر به اندازه دو تا تیر پروپاگیشن دیتا فرستادی و تا اون موقع کلیژن دریافت نکردی گارانتی هستی که دیگه کلیژن دریافت نمیکنی، چون که هر کی میخواست بشنیده تا حالا شنیده. تو
پرانتز دارم فرض میکنم همه قاعده رو درست دارن اجرا میکنن. این سوال که اگه یک کسی با وجود اینکه یکی داشت حرف میزد باز اونم شروع کرد حرف زدن بعدش چی میشه؟ میشه خب الگوریتم کار نمیکنه. ولی اگه همه نودهای من دارن همین قاعده رو رعایت میکنن، هر نودی که به اندازه دو تا تی پروپاگیشن کانال رو دستش گرفت دیگه از اون به بعد کانال رو داره. پس این دوره‌های کانتنشن در واقع بازه‌های زمانی است که طول استفاده شدن از این بازه‌ها حتماً از دو تا تیپ پروپاگیشن کوچیک‌تره و یه نفر شروع کرده ارسال کردن، یه ذره که ارسال کرده یه کلیژن رخ داده، ساب کرده، یه زمان رندومی بعد یکی دیگه دوباره ترای کرده، پس دوباره ترایال دیگه اصل دوباره طول کوچیکیه تا رسیدیم به اینکه یه نفری به اندازه دو تا تیپ پروپاگیشن کال دستش گرفته، بعدش دیگه تا تای فریمش رو فرستاده. دوباره دوره کانتنشن، دوباره فریم بعد. البته اگر ترافیک شبکه خیلی زیاد نباشه حتما یه موقعهایی هم هست که آیدله. یعنی چی؟ یعنی هیچ کسی فریمی واسه ارسال کردن نداره. پس اگه من به محور زمان نگاه کنم در یه سیستم CSMACD یا در واقع تو هر سیستم مبنی بر کلیژن، ما کلا سه تا حالت داریم: استفاده مؤثر از کانال، رقابت در کانال، یا هیچ استفاده ای. این آیدل پریوده، این کانتنشن پریوده، این هم ترانسمیشن پریود. اگه من بخوام آنالیز کنم بگم از یه همچین سیستمی چقدر خوب استفاده کردم، یا یه جور دیگه بگم درصد بهره‌وری این یوتیلایزیشن این رو بخوام حساب کنم، باید بیام طول این فریم ها رو حساب کنم تقسیم بر کل این بکنم، این میشه بهره‌وری این سیستم. این اون چیزیه که توی اون نمودارهای قبلی به نام S در واقع ما میشناختیم، میگفتیم چقدر از ظرفیت کانال استفاده کردیم. و میتونین حدس بزنین که توی الگوریتم های مبتنی بر مک، مبتنی بر کلیژن، یعنی مک هایی که توشون کلیژن داره، خیلی کار سختیه که شما اینا رو صفر بخواید بکنید، چون بالاخره یه رقابتی یه موقعی صورت میگیره و نتیجهش یه کانتنشنی خواهد بود. بفرمایید. این یه تیکه فریم یکی فرستاده ولی فهمیده که کلیژن رخ داده، بعد استاپ کنه. درسته؟ دوباره یه تیکه یکی دیگه فریم فرستاده ولی استاپ داره میکنه. خب توی پیاده سازی الگوریتم های مک ایده های مختلفی مطرح شده. بعضی از ایده ها تلاش میکنن که جلوی کلیژن رو اصلا بگیرن. یکی از ایده هایی که پیشنهاد میشه و اگر در شرایط خوبی بشود پیاده شود میتونه جلوی کلیژن رو بگیره، ایده ایست که مفهوم خیلی سادهش تو این شکل توضیح داده شده. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه، میگیم که ببین فرض کن که ما مثلا 8 تا نود داریم که اینا میخوان برای دسترسی به کانال با هم رقابت کنن. بیایم این کارو بکنیم. یه دوره زمانی رو در نظر بگیریم. تو این دوره زمانی سیستم کاملا به صورت TDM یه سری اسلات داشته باشه، هر اسلاتی dedicated به یه یوزر. اسلات صفر مال یوزر صفرم، اسلات یک مال یوزر یکم، اسلات هفتم مال یوزر هفتم، هشتم یوزر داری. ایده این روش اینه، میگه ببین این تیکه رو ما TDM میکنم، توی این تیکه هر کسی که میخواهد داده ای بگذارد در کانال، توی اون زمان مربوط به خودش یه دونه فلگ رو ریز کنه، یه دونه بیت یک بفرسته، یه مارک بذاره. وقتی این زمان تموم شد همه میدونن که یک یوزر، یک یوزر سه و یوزر هفت فریم دارن. پس اول یوزر یک فریمشو میذاره، بعدن یوزر سه میذاره، بعدن هم یوزر هفت. اگر اینا فریماشون و طولاشون رو فیکس کنن، هر کسی هر کدوم از اون هشتا یوزر در پایان این لحظه دقیقا میدونه کی باید دیتاشو بذاره و کلن این مدت چقدره. یعنی الان تو این لحظه اگه شما نگاه کنین میگیم اول یک خواهد بود، بعد سه خواهد بود، بعد هم هفت، طول هر کدومشون هم معلومه چقدره. پس هم سه هم یک هم هفت جای خودشون رو میدونن کجاست، هم معلوم میشه که چه مدت بعد دوباره بازه کانتنشن بعدیه. تو بازه کانتنشن بعدی این دفعه یک و پنج درخواست فریم کردن،
دوباره 1.5 میفرستن. تو بازه بعدی 1 درخواست کرده، فقط 1 میفرسته. یه تیکه TDMی داریم که بله ممکنه بعضی وقتا مثل این حروم بشه، ولی به جاش جلوی دوار گرفتین دیگه، هر کسی جاش معلومه، درسته؟ تو این شکل خیلی طول این فریما به نسبت این تایم الوکیشن اسلاته کوچیک نشون داده شده. در واقع این فریم ها میتونه خیلی خیلی بزرگتر از این کانتنشن پریود باشه. این کانتنشن پریود ها یا کانتنشن اسلات ها در واقع میتونه هر کدومشون یه بیت باشن، هر کدوم اینا میتونن 2000 تا بیت باشن. نه؟ پس با این روش شما در واقع میگین آقا به جای اینکه شما 8 نفر بیاین با هم رقابت کنین یا با هم دعوا کنین که نوبت کی باشه، یه مدتی رو بذارین برای نوبت گرفتن، بعدش هر کسی که دیتا داره دیتا میفرسته، دوباره مدت نوبت گرفتن، دوباره هر کی دیتا داره. به این روش اصلا کلا جلوی کلیژن رو میگیرین. به این روش این یه گروهی از روش هست که میگن کلیژن فری، یعنی سعی میکنه که اصلا به کل بگه کلیژن لازم نیست. این یکی از مسئله های عملیه اینه ها، یعنی این خودش یه سواله که خب اول کار کی معلومه که دوره مثلا کانتنشنه؟ میشه جز اون فرآیند های اینیشالایزیشن. اگه فرض کنیم که این کار خوب انجام میشه، مثلا میشه از این کار استفاده. یعنی دیلی ارسال هر کدوم از کارا رو فکر کنم مثلا کارا شما رو هفت اونجا دیلی خیلی زیادی بهش می‌خوره. یعنی باید یه بافر خیلی زیادی داشته باشن. چرا؟ چون باید نگه داره اون اطلاعاتی که مثلا داره براش میاد جمع بشه، بعد یه توی اسکیپ موقعی که برای خودش نس ارسال کنه دیگه. واسه یک این اتفاق نمیفته؟ واسه یک کمتر میفته دیگه. چرا واسه یک کمتره؟ ببخشید اگه دائم یک و فکر کن دائم هم یک و هفت تی فکر کن دائم این دوتا داشته باشن. خب یک اینجا میذاره، هفت اینجا میذاره، دفعه بعد دوباره یک میذاره، دوباره هفت میذاره. خیلی تاخیرشون با هم فرق میکنه؟ نه خب من نمیگم فرق میکنه، همین دست تشکیل دارن رو میگم. خدا شما خود گفتی یک بار چه فرق داره، من بحث هم سر فرقشون نبود. معلومه همیشه لایه مک یه دونه بافر باید داشته باشه تا نوبتش. این نسبت به بچه قبلیه شاید بدیش این باشه که این بافر خیلی پولش بیشتر میشه. چرا؟ من بیشتر کم شد چون این نوبت های ارتبی مثلا بیشتر که زیادن نه هیچ فرقی نمیکنه، یعنی نسبت به الگوریتم های قبلی این اتفاقا تاخیرش خیلی کمتر میشه خاطر اینکه کلیژن نداره. دقت کنید تو موقعی که کلیژن رخ میده شما بازم منتظر بقیه باید وایسی دیگه. وقتی نوبتشون شد یا در حالی که نوبت شده یه مقدار خیلی زیادی رو تایم میدیم، حالا مثلا من خیلی زیاد نگفتم، فقط یه فریم بهش میدیم. حالا این فریمه به نسبت یه بیت خیلی زیادتر میتونه باشه. تو این روش یه فریمه. بعد یه روش دیگه هست که یه ذره حالا میشه اینو افیشنت تر هم کرد، یعنی اگه خیلی نگران این باشیم که یه کسی بیاد بگه خب ببین تو اینقدر زمانو از دست دادی به خاطر اینکه می‌خواستی یه فریم بدی، من میتونم بگم خب اگه من دارم نوبت میدم به هر کدوم اینا، به جای اینکه بگم تو هر کدوم اینا بنویسی یک یا صفر، میتونم به هر کدوم بگم مثلا یه عدد بین صفر تا پنج اینجا بنویسی، که معنیش اینه که به هر کسی اجازه بدم صفر، یک، دو، سه، چهار یا پنج تا فریم بفرسته. اگه اون کار بکنم از این کانتنشن اسلاته استفاده بهتری کردم، ولی هزینه ای که پرداختم همینه که الان شما فرمودین. یعنی حالا اگه یه نفر اینجا یهویی رزرو کنه که من 5 تا فریم میخوام بفرستم، تأخیری که ایجاد میکنه واسه بقیه میتونه زیاد باشه و نوبت بعدی دیرتر برای ارسال فریم های دیگه جا درست بکنیم. چی؟ فایدهش اینه که ببینید مثلا تو این مثال خب اگر یک واقعا دو تا فریم واسه ارسال داشت، اینجا میتونست به جای اینجا بنویسه یک بذاره دو، بر جو فریماش الان بفرسته. آره درسته. این تنها کاری که میکنه اینه توزیع زمان بین نودا رو ناعادلانه تر میکنه، ولی به جاش نسبت تعداد کانتنشن پریودا به طول فریم ها رو کوچیک‌تر میکنه. فهمیدی منظورم چیه؟ خب خب
خب ببینید، من یه الگوریتمی رو گفتیم که اینا الگوریتمای کلیژن بیسن، یه الگوریتمی هم الان مثال زدیم که الگوریتمی که اصلا توش کلیژن نداره. یه آنالیز نسبتاً ساده ای رو اینجا نگاه کنین. الگوریتمی که کانتنشن بیسن، شما موقعی که لودتون کمه دیلیتون هم کمه. الگوریتمی که کلیژن فری هن، موقعی که شما بارتون زیاد بشه شما خیلی از هم مباحثه دارین. میخواین یه بخش هم از من بگین، شاید منم یه چیزی بلد باشم. شما دو نفر اینجور الگوریتما اگه بار خیلی زیاد داشته باشین، ببینین سناریو نظر که همه بار دارن، این سناریو چی میشه؟ همه اینجا میذارن یک، همه ترتیب میپرسن، دوباره همه میذارن یک، همه ترتیب میپرسن. این سیستم میل میکنه به سمت یوتیلیزیشن 100%. یعنی لود رو که زیاد میکنین همه ظرفیت کانال بدون هیچ از دست رفتنی استفاده میشه. خب TDM میشه TDM. دقیقاً. خب حالا یه آنالیزی رو من اینجا انجام میدم که یه نتیجه میخوام از بگیم. ببینین فرض کنین که شما یه تعدادی استیشن دارین، مثلا کی تا استیشن، هر کدوم هم احتمال این که توی یه بازه یه زمانی یه اسلات یه فریم رو فرستن، فرض کنین احتمالش پی باشه، فرض کنین همه هم نودا این همه. خب احتمال این که یه دونه از این اسلات ها توسط یکی از نودا موفقیت آمیز استفاده بشه چیه؟ باید توی اون یه اسلات، چون که کاتا استیشنن، یکیشون بخواد که یه چیزی بفرسته، کایمن های یکی دیگه نخوان. درسته؟ من که کلیژن رخ نده اینجوری باشه دیگه. خب و خب چون که کی تا استیشنن، همین احتمال ضرب در کی میشه، میشه کی ضرب در پی، که احتمال این که یک کدومشون یه فریم رو تو اون اسلات بذاره و اون کایمن های یکی نود دیگه هیچی اونجا نذاره. این میشه احتمال این که یه دونه از این اسلات ها به صورت موفقیت آمیز توسط یکی از این نودا بهره برداری بشه. خب اگه من بخوام ببینم این احتمال مقدار بیشینشو برای چه مقداری از کی میگیری، یعنی از این مشتق بگیرم نسبت به کی و مشتقشو بذارم صفر، مقدار بیشینه این احتمال در شرایطی پیش میاد که پی کوچیک من مقدارش یک کیون باشه. ببخشید نسبت به پی مشتق بگیرم، یعنی میخوام اینم آیا من یه احتمالی هست که اگر بگم نودا شما به این احتمال بیان یه فریم و جاشو بگیرین شانس موفقیت رو بیشینه کرده باشم. اون احتماله مقدارش میشه یک کیوم. اگه یک کیوم هم جایی پی کوچیک بذارین شانس موفقیت میشه یک منهای یک کیوم به توان که منهای یک. حالا این شانس موفقیت رو بر حسب کی من میکشم. کی یعنی تعداد نودا. ببینین این یه رفتار نسبتاً جالبی داره. شانس موفقیت برای موقعی که تعداد نودا خیلی کمه، مثلا 2-3 عدد خیلی زیاده، ولی که شروع که میکنین از 3-4 بیشتر شدن این به شدت شروع میکنه کم شدن. تعبیرش چیه؟ تعبیرش اینه که شما موقعی که بین 2 نود رقابت داری شانس موفقیتت خیلی بیشتره تا موقعی که بین 20 نود دعوا داری. این تعداد استیشن هاست. مثلا 10 استیشن اگه در حال رقابت با هم دیگه باشن شانس موفقیت، حتی اگه پی اپتیموم رو گذاشته باشین ها، یعنی پی اپتیموم رو گذاشته باشین، شانس موفقیت عدد خیلی کمیه، 0.4. ولی اگر تعداد استیشن ها مثلا باشه 2، شانس موفقیت میتونه خیلی زیاد باشه به شرط اینکه پی اپتیمال گذاشته باشی. یعنی بهترین حالت شانس موفقیت در مواقعی که تعداد استیشن‌ها یک کمی داشته باشین هی بهتر و بهتر میشه. نتیجه اخلاقی داستان اینه که سعی کنین تعداد آدمای کمتری سر یه چیز با هم دعوا کنین. ها این الان میگه شما تعداد استیشن‌های کمتری رو اگه سعی کنین با هم رقابت بندازین شانس موفقیتتون بیشتر میشه. این ایده یه گروه دیگه از الگوریتم هست که بهشون میگن ادپتیو تری واک پروتکل، که تو این روش هدف اینه که شما سعی کنین تعداد کسایی که با هم رقابت میکنن رو کاهش بدین.
همه با هم سر یه دونه تایم دعوا نکنن. چطوریه این ایده؟ من ایدهشو خیلی سریع براتون توضیح بدم. ایده داستان اینه. برای اینکه من ایده رو توضیح بدم توی یه مثال توضیح میدم، توی این مثال ببینید. فرض کنین من 8 تا نود دارم. اسم نودامون هست A B C D E F G H. این 8 تا نودو من میام توی یه درختی که اینجا شکلشو میبینین تقسیم بندی میکنم. این درخته معنیش اینه هر 8 تا نود من زیر مجموعه گره یک هستن. A B C D زیر مجموعه گره 2 ان، E F G H زیر مجموعه گره 3، A و B زیر مجموعه 4 ان، C و D زیر مجموعه 5، همینطور الی آخر. ایده داستان چیه؟ ایده داستان اینه، میگه که شما در طول زمان موقعی که میخوای اجازه بدی که نودا با هم رقابت کنن، توی اسلاتا به مسئله نگاه کن، ببین آیا کانتنشنی هست یا نه. فرض کنین من توی یه لحظه یه اسلاتی میخوام ببینم آیا به نودام اجازه بدم که دیتاشون رو بفرستن. فرض کنین به عنوان مثال مثلا جی و اچ همزمان با هم یه چیزی واسه ارسال کردن داشته باشه. خب حتی این جی و اچ یه مثال خیلی سخته، این هست، من سخته اینش رو میزنم بعد دیگه آسوناش همه بعد از این راحت. فرض کنین جی و اچ همزمان با هم میخوان یه چیزی بفرستن. من میگم خب توی اسلاتی من اجازه میدم که ترای کنن. توی اولین اسلات میگم همه کسایی که عضو درختن اجازه ترای کردن دارن. خب همه ترای میکنن، چون جی و اچ هر دو ترای میکنن یه کلیژن داره. پس اینجا اسلات اول کلیژنه. دقت کنین اینجا همه اونایی که زیر یک بودن اجازه ترای داشتن. بعد قاعدم رو این میذارم، میگم اگر یه کلیژنی رخ داد دفعه بعدش فقط نصف افراد درخت میتونن با هم رقابت کنن. مثلا فقط زیر مجموعه های 2 میتونن با هم رقابت کنن. اول همه میتونستن، دفعه بعد تعداد افراد رو کم میکنم، یعنی میخوام اون کی یا تعداد رقبا رو هی نصف کنم هر دفعه. دفعه اول به 1 یعنی به همه اجازه دادم رقابت کنن، کلیژن افتاد. دفعه دوم به 2 اجازه میدم که هر کی زیر 2 استفاده کنه. کانال چی میمونه اون موقع؟ خالی میمونه، چون جی او اچ میخوان دیتا بفرستن، جی او اچ هیچ کدومشون زیر این نیستن. پس اینجا خالی میمونه. بعد اگر دفعه اول کلیژن بود، دفعه دوم خالی بود، دفعه بعد بگم به کیا ترای کنن؟ به 3 بگم. واضحه که اگه بسته بگم کلیژن رخ میده دیگه، چون اگه توی یک کلیژن بود تو 2 نبود، حتما تو 3 کلیژن بوده. پس دفعه بعد اجازه میدم که 6 ترای کنه. چی میمونه؟ خالی. حالا اگه 6 خالی بود دفعه بعد نوبت کیو بدم؟ به جی. دفعه بعد هم بچ. ایده داستان اینه شما توی این درخت با نوبت دهی مناسب تعداد افراد رقیب رو کم میکنید. حالا این یه مثال بود برای جی و اچ. حالا میخواین دوباره یه مثال دیگه بزنیم؟ دو تا چیزو بگین شما، هر چی هر کو اینا رو میخواین بگین. ولی خودتون باید رانش کنین. سی و اچ. خب همین مثال سی و اچ رو بگین. اولش به 1 میگیم اجازه دارن که کلیژنه. بعدش به 2 میگیم که کی میفرسته؟ سی. بعدش آسون ترین مثال زدن، دیدین؟ جی او اس مثال خیلی سخته اینه. بعد از سی رنگ 2 موفقیت آمیز بود یک کلیژن، پس دفعه بعد به 3 میدیم دیگه. خب حالا البته میتونین الان ببینین که این هی میتونه سناریو پیچیده‌تر باشه. الان یکیشو فرمودن اگه سه تا بود چی؟ بعد من میتونم یه سوال سخت‌تر بکنم اگه وسط این که اینجا خالی بود یکی دیگه حالا الان شروع کرد دیتا فرستادن چی؟ هی میشه سیستم پیچیده‌تر. این گروه ادپتیو تری ورک پروتکل یه سری آنالیزای خیلی کامپلکسی داره. من ایده‌شو اینجا فقط می‌خواستم شنیده باشین، ولی تحلیل‌های ریاضی خیلی سنگینی داره. من الان فرض کردم تو طول اون بازه سیستم استیشنری ترافیک جدید واردش نمیشه، ولی اگه بشه خیلی خیلی پیچیده‌تر میتونه بشه. ولی ایده داستان اینه
اگه رقابت میخوای اجازه بدی انجام بشه، هر وقت بتونی تعداد کسایی که دارن رقابت میکنن رو کاهش بدی، شانس کلیژن رو کاهش دادی. و این کمک میکنه به این که سیستم شما افیشنسی بهتری پیدا کنه. خب این تا اینجا باشه، تا جلسه بعد وارد بحثای بعدش بشیم. خسته نباشید.